دولت جدید لهستان به رهبری دونالد تاسک هم همسو با دولت قبلی به سیاست‌های سختگیرانه علیه پناهجویان در مرزها ادامه داده و تصویب قانون گسترش استفاده از سلاح علیه پناهجویان در مرزها را دنبال می‌کند. روزنامه برلینر سایتونگ آلمان در مطلبی به سیاست‌های برخلاف انتظار خشونت طلبانه و سختگیرانه دولت لهستان تحت رهبری دونالد تاسک پرداخته و نوشت سربازان لهستانی به زودی اجازه خواهند داشت به پناهجویان شلیک کنند و دونالد تاسک نخست وزیر جدید این کشور هم طرفدار آن است. بسیاری از لهستانی های چپگرا امیدوار بودند که دولت جدید دونالد تاسک با پناهندگان در مرز لهستان رفتار بهتری داشته باشد، اما قانون جدید نشان می دهد که اینطور نیست. محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول پیرامون این خبر با ما همراه هستند. آقای لحمی سلام و عرض ادب. چرا وضعیت پناهجویان در دنیا به جایی رسیده که مجوز تیراندازی به سمت آنان صادر میشه و چگونه میتوان جهانی آری از خشونت و جنگ و پناهندگی و آوارگی ساخت؟ بفرمایید. حالا در لهستان هم یه مقداری برخلاف وضع کشور با اون روحیه ناسیونالیستشون نژادپرستانهشون بسیار زیاده، بحرانهای انسانی، تهدیدهای تروریستی، اینا همه دلایلی که آقای تاسک تصمیم رو برای کشورش گرفتن. و به این شکلی که از بتایلی میفرمایید اگر ما بخوایم جهانی آری از پناهنده، آری از جنگ داشته باشیم، باید بحرانهای اجتماعی ممالکمون رو درست کنیم، تقویت دموکراسی باشه، تقویت حقوق بشر در کشورها باشه، حداقل یه آموزش و آگاهی همه جانبه در ممالک وجود داشته باشه و مبارزه جهانی با تروریسم میتونه برای ما دنیای بدون پناهنده باشه. بله، ممنونم. با تشکر از محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول که پیرامون این خبر دعوت ما را پذیرفتند.